بیشتر گفتگو میکنیم با خانم آمنه احمدی رئیس عمومی اواید وزارت مالیه سلام و وقت شما بخیر خوش آمدید به برنامه تشکر بخیر باشه ممنون خانم احمدی در نخست اگر روی هفته مالیات از شما بشنم بین که همه ساله برگزار بشه و تاثیر گذاری این هفته تشویق مردم به پرداخت مالیات چی بوده تا کنون تشکر میکنم هفته مالیات جهت ترویج فرهنگ مالیاتی است که با تقریبا چهار سال میشه که تلاش میکنیم و یه هفته را تجلیل میکنیم هفته در شروع سال مالی در مای اول سال مالی تجلیل میشه و هدف اساسیش همی است که مردم با کلمه مالیه و با اهمیت مالیه آشنا شود که چیگونه تاثیر داره جمهوری اواید داخلی در بودجه بودیجه افغانستان و همچنان در تنبیل مصارفات دولت از این نگاه سالانه کش میکنیم که مردم آشنا بسازیم به کلمه مالیه و همچنان در پرداخت مالیه سعیم بسازیم که به وقت زمان مالیات خود پرداخت کنه و تغییراتی که در قوانین مالیاتی تا امی یک سال که میاد و تغییرات با مردم شریک بسازیم و همچنان سهولت‌هایی که در پروس هایی که پروسیجرهای اداری و مالیاتی که میاریم برای مالیات هنده و تغییرات باید با مالیات هنده شریک بسازیم و همچنان پروسیج جمعوری چتو ساده تر و سالتر ساخته میتونیم برای مردم که مردم به بسیار سادگی و آسانی بتانند مالیات به وقت زمان پرداخت کنند دیگه از این خاطر هفته مالیات تجلیل میکنیم و نه تنها در کابل بلکه در سر و سر افغانستان در مرکز و ولایت این هفته در این وقت تجلیل میشه و بیشترین تلاش ما همی است که مردم بتانیم با کلمه مالی آشنا بسازیم امسال با یک شیوه دیگه با یک تغییر خواستیم درست. که هفته مالیات با یک شکل فستیوال آغاز کنیم بله خانم احمدی در کنار هفته مالیات اما ما می میخوایم بپرسم به این که هدف شما بر گردآوری مالیات سال گذشته مالی چقدر بود و چقدر شون هم که گردآوری بکنیم خوشبختانه هدف پورا کرده تا نیستیم در حدود 209 میلیارد جمع شد اواید داخلی افغانستان به در سند بودیجه تقریبا به می اندازه هدف تعیین شده بود و با جماوری ما به موحد بود بله اما گفتم میشه که شما تا اندازی هم نتونستین که در بخش مالیه دهندگان بزرگ میانر نظر بگیریم مالیات به شکل درستش گردآوری بکنین آه، مال، آه، مالیات در می تمام بخشاد اگر در مالی بزرگ باشه متوسط یا کوچک هر سال تلاش میشه که ماسریت در کار ما بیشتر باشه و ما بتانیم مالیات به شکل درست جمعوری کنیم به نظر ما به عنوان رئیس می اواید ما تانیستیم که امسال به نظر به سال گذشته در هر اداری خود یک تزعید خوب داشته باشه اما شما های وزیر زراعت هم شنید اینا میگن که پرداخت نشتن حقیقی مالیات یک بخش امده از مشکلات است که حکومت نمیتونه بودجه را به شکل

تهیه بکنم بحث از اگر خودکفایی باشه و مکمل بودیجه به اساس اواید داخلی تمویل شوه این دولت در نظر گرفته به خصوص وزارت مالیه در سال 2024 ما میتونیم و ما پیش بینی شده که باید بتانیم در سال 2024 عواید داخلی را جمع آوری کنیم و تمویل بودیجه بتانیم مکمل تمویل بودیجه را با وقت پرداختن بحث هفته مالیات همی است که ما مالیات در بیشتر سرش تاکید کنیم که مالیات خود به وقت زمان پرداخت کنند و از جریمه های مالیاتی خودداری کنن. یعنی هدف اساسی هفته مالیات همی است که مردم وقت پرداخت مالیات بدانند و به وقت زمان مالیات پرداخت بحث از, 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 از که مالی حقیقی چی هست؟ مالی حقیقی مطابق به قانون مالیات برای داد آه. بر تمام شرکت ها سنجش میشه و پرداخت میشه و می سیستم مالیاتی افغانستان اظهار خودی است یعنی تمام مالیات دهنده بعد از ختم سال مالی ازانام مالیاتی خود را می اما مالی دهندگان بزرگ هستند که از سالها بدین سو به حکومت بدهکار و تاکنون مالیاتشان پرداخت نکردن به حکومت افغانستان میشه اگر شما بگین که چند شرکت بزرگ از شما بدهکار هستند که مالیاتشان تاکنون پرداخت نکرده و برخورد شما چی بوده با این اول سوال پس از شما پرسان میکنیم که کدام شرکت ها شما اگر یعنی هیچ شرکت وجود نداره که مالیات شما برشون پرداخت نکرده شرکت بزرگی که هست ثبت هستن ازارنامه مالیاتی خود سالانه ارائه میکنن یا به وقت ارائه میکنن یا تاخیر میکنن اگر تاخیر کردن در ارائه ازارنامه مالیاتی خود جریمه مالیاتی را پرداخت میکنن یک بحث است در اظهار خودی وقتی که اونا خودشان اظهار میکنن و سالانه باید اظهار کنن از، ازارنامه مالیاتی خود ارائه کنن در این قسمت شرکت هایی که به وقت زمان ازارنامه مالیاتی خود ارائه نمیکنن مطابق با قانون مالیات بر عایدات برخورد امرای زونا میشن مثلا چقدر از شرکت ها هست فعلا تعداد که مشخص ما بگویم که به این تعداد است چون اکثریت شرکت ها مالیات خود به وقت و زمان پرداخت اما در بخش مالیات دهندگان بزرگ ما چند پیش تلو نیوز گزارش هم پخش کرد که کسانی که افراد نزدیک هستند حتی به شخص رئیس جمهور در حال حاضر اینا به دهکار هستند از وزارت مالیه مثل غزنفر گروپ ما, ما رد میکنم غزنفر گروپ ایزارنامه مالیاتی خود ارائه کردن سالانه ایزار نامای مالیاتی خود ایرام میکنن و مالیات که به شکل اما این صحبت بود که خود وزارت مالیه اشاره کرده و جالب است که شما میگین هیچ شرکتی هم تاکنون نیست که به هیچ شرکت پرداخت نکرده باشه رد نمی که هیچ شرکت پرداخت خوب نکرده. اگر از به تعداد شرکت تعدادش ها؟ کم است و اقداماتی که از طرف اداره این بزرگ ده ده. هستن؟ اقداماتی که از طرف ریاست اوایل گرفته شده و به خصوص مال دهندگان بزرگ که مطابق با قانون مالیات بر باید, باید برخورد شود از اون نگاه با, با تمام شرکت ها ما حتی ممنون خروج شدن حسابات بانکیشان بسته شده یعنی اجراات در مقابل از او هر شرکتی که مالیات خود پرداخت نکردن صورت گرفته و بعدا به اثر امی اجرات حاضر شدن و مالیات خود پرداخت کردند بله خانم احمدی اما هنوز هم مشکلات در بخش برقشتر روند پرداخت مالیات وجود داره حتی دست کارمندان شما تا کنم کتا نشده بویجه در بخش اسناف هنوز هم کارمندان شما میرن به اسناف مراجع میکنن و سنجش صورت میگیره تا مالیاتشان پرداخت بکنن چرا؟ هدف هفته مالیات همی است که مردم ما آگاه بسازیم از قوانین از پروسیجرا از سیستم هایی که ریاست اواید استفاده میکنن ای فایلینگ یا خدمات الکترونیکی را در سال مالی 1398 ما آغاز کردیم و خصوص در مالی دهندگان ده بزرگ کونا شروع کردن و ما 100 صد ما تانیستیم که اونا بیاین الکترونیکی ارائه کنن به می شکل در سال 1399 پلان ما هست که مال دهندگان ده متوسط و همچنان مال دهندگان ده کوچک از این سیستم استفاده کنن و زمانی که ما میریم به طرف الکترونیکی و یا خدمات الکترونیکی رو ارائه میکنیم دست مامور مالیام کوتا میشه و همچنان امو خلاهای اشتباهاتی که مال دهنده ده در سنجش مالیات انجام میده او هم کمتر میشه بنان بر تطبیق قضی وقت از ضرورت داریم که سال 1399 ما بیشترین که تلاش داریم که در دا سر سراسر افغانستان از ازانامای الکترونیکی اینا استفاده کنن و امین موضوع که شما اشاره کردین که دست مامور مالیه کوتاشا و به نظر ما زمانی که ما میریم به طرف الکترونیک سازی این مشکل حل کرده میتونیم بله و خیلی کتا هم پیام شما را می داشته باشیم به با تمام این مالیت هندگان در افغانستان تشکر در شروع گفتم که امسال ما با یک شیوه مختلف به شکل یک فستیوال آغاز کردیم هفته مالیات در بادنباغ است امروز افتتاح شد سه روز از تاریخ 25 تا 27 مای جدی برنامه های اونجا و در بادنباخ تمام ریاست های یا ادارات مالیاتی اونجا حضور دارن تمام مالی دهنده که مشکل دارن میتونن مشکل خود مستقیم با, تشکر. با مسئولین وزارت مالیه شریک بسازه و همچنان بخش آموزشی هستن اونا میتونن که بین تشکر. و در پلو ازو در که بخش ترینینگ و آموزش مالیه تفریم هست برشون بعض موارد دیگه هم در نظر گرفته شده دیگه خاطر تقاضا می‌کنیم میکنیم که همیشان بیای و بله. مشکلات خودن به نزدیک با ادارات مالیاتی شریک بسازن تشکر سپاس این که اینکه عذر یافتن خیلی خوشم